سلام و وقت بخیر. بیننده های کاکتوس پلاس بالشکری، شما برنامه من را از تلویزیون صدای آمریکا تماشا میکنید. این نخستین برنامه کاکتوس از تلویزیون صدای آمریکا است و در این برنامه قرار است که ورود کنیم به زندگی شخصی و کاری مردی که سالها در سیاست افغانستان تعیین کننده بوده است. او از ایستادگی در برابر شوروی سابق حضور خود در میدانهای نبرد را آغاز کرد و هنوز هم سودای آزادی افغانستان را در سر دارد. خانم ها و آقایان، مهمان این برنامه کاکتوس استاد عطا محمد نور، رهبر حزب جمعیت افغانستان است. جناب نور، از اینکه دعوت من را پذیرفتید سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که شب و روزهای خوبی را سپری کنید. بسیار زیاد تشکر جناب لشکری صاحب که مرا دعوت کردین و تشکر که در اولین برنامه‌ای که زیبای شما تصریف تلویزیون امریکا نشر میشه و ما سپاسگزار هستم. قدردانی میکنم. یک جان سپاس. خواهش میکنم اجازه بدید. من طرح سوالات ما طوری دیگر بود جناب استاد، اما آنقدر در افغانستان اتفاقات وقت و ناوقت بسیار زیاد هست که هر لحظه سوالات عوض میشه. اجازه بدید ما برنامه را از اینجا آغاز کنم که با 60-70 میلیون دلار چه کردید جناب استاد؟ پول کمی نیست، پول بسیار زیاد و گزافی است. او همی که قطری ها معمولا نقد حساب میکنند. تشکر. اولین سوال دار، سوال چالش‌زا و سوال بسیار خطرناک. بله، این توطیه ها میشه روان بوده، توطیه بسیار زیاد علی ما، علی همکاران ما و دیگر شخصیت های سیاسی، پایگاه سیاسی و مردمی دارن، گاهی صورت میگیرن. توتی اولم نیست و آخرم نمی باشه. گاهی از گاردین صدا بلند میشه، گاهی از واشنگتن پست، گاهی این بارم از موقعیتی که شما تشریف دارین و از تی جی وان. یک توتی، یک کسب محض است. خطاب چرا پول بده؟ بعد وقتی که پول میده چرا باز برای نور و برای دوستان بده؟ وزیر دفاع در جایش، سرقومندان اعلی در جایش، وزیر داخله، رئیس امنیت ملی، شورای امنیت، صدها هزار قوای مسلح و نیرو در اختیار اونا. ما و آقای دوستم که هیچ نوع موقف و پوزیشنی حکومتی نداشتیم و گوشه ای از جنگ هم در اختیار ما نبود، یعنی قوای مسلح، توپ و تانک و طیاره و قوای هوایی، این چی نیاز داره که قطر در ما بسوزه؟ بعد اون توتی هم یک قدر طفلانه و کودکانه بروی ورق های بسیار عادی و فوتوشاپ شده به زبان فارسی. ما دو روز قبل یک نامه رسمی برای وزارت خارجه دولت قطر دادیم. امروز از تسلیم شدنش با ما اطمینان دادن، گفتن که به زبان عربی باید باشه. ما به زبان انگلیسی داده بودیم. شما ببینید که زبان انگلیسی زبان بین المللی است و بعضی کشورها هم زبان ملی خود دارن. اما قطر می پول اپراتیوی با کسی می با سندم تسلیم شدن به نامه فارسی می گیره. ولی به هر حال دای پشتی توتیه متاسفانه که از همکارا و وطندارای خود ما هستند و اینا از جایگاه و پایگاه سیاسی و مردمی ما تشویش دارن و فکر میکنن که ما موانع رشد و کلان شدن و رهبر شدن و خرامان شدن اینا هستم. متاسفانه که یک فکر بسیار کوچک هست، دید ما بسیار وسیع هست و ما خوش داریم که همه هر کس رشد بکنن. اینا ای توتیه را سازماندهی میکنن، در فور مطبوعات میتن، خودم مطبوعات رو یا زیر تاثیر میارن یا خودم را خمتر می میکنن، حرفای دروغ پیش میکنن. و ما اقام دعوی کردم، وکیل رسمی و قانونی میگیرم تا این توطیه از بنیاد پیشایابی شوه روی کسایی که اسناد دروغی مطرح کردن و توطیه را سازمانده کردن، روی اونام سیاه شوه و روی او رسانه ای که این توطیه را به اصطلاح تحت پوشش قرار دادن.
برم پوشی جانی. شما ببینید که با این کار اینا میلیون ها هواخواه ما آسیب روحی دیدن، اینا متضرر شدن و همکارای ما متاثر شدن، شخصیت ما رو ترور شخصیتی کردن، ممنام کردن و ما حق داریم که تا آخرین نقطه ای که ما را ثابت نکنیم که دروغ است و توطیه است انشالله پیش میریم. جناب استاد، شما همیشه در طول تاریخ یا در طول عمر سیاسیتان در افغانستان یک خصوصیت واضح داشتید و او بر رک گفتن و واضح گفتن بوده و اینکه چیزی را از مردم مخصوصا پنهان نمی کردید و نمی کنید. من می خواهم این را بدانم که واقعا چه کسانی اگر این موضوع توطئه باشه و اگر شما پولی را دریافت نکرده باشید از دولت قطر برای نجنگیدن و یا به نوعی فروختن افغانستان، فکر میکنید یا مطمئن هستید که چه کسانی که با شما مشکل دارن این توطئه را برنامه ریزی کردن و در پشت این داستان پنهان شدند؟ لشکری عزیز، چون ما وطن فروش نبودیم، خواب فروش نبودیم و نیستیم، وطن فروشی، خواب فروشی مساوی با مادر فروشی، معامله با خواب وطن، معامله با مادر کردن در رگ و خون و سرشت و پوست ما نیست و ما بیش از 6 سال مبارزه کردیم به خاطر دفاع از خاک و سرزمین خود. اگر فروش هم نکردیم خوبه که 6 سال قبل به شوروی میفروختیم، امروز آرامتر میبودیم، دیگه این دفاع جنجال هم نمیامد. اگر ما میفروختیم 20 سال 25 سال قبل برای پاکستان و یاغی های دنیا که امرای طالب ها یک جای آمده بودن، افغانستان هم اکثرش گرفته بودن، مشکل حل بود و میگذاریم در وقتی که ما حاکمیت داریم، مسلط می باشیم، یک نظامی نوین برای انداختیم و زندگی مردم رو به بهبود بود، یک دموکراسی نیمه به میان آمده بود، با درمی تو یک وقت ما وطن می فروشیم و آن هم با چی اگر ارزان فروشی؟ با صلاحیت ما در کجا بود که خدم ارزان می فروختیم؟ این بر می گرده با مو وطن فروش ها، با دور از شرافت شما و مجلس که دنیا گپ مرا می شود، وطن داره ما می شنسه، می شنوه. با مو مادر فروش ها برمیگرده که این توطیه را چون خودشان اعمالشان حرکت جنمی است سازماندهی میکنن علیه ما چسب خود. من میشناسم ایشان، ولی اخلاق هم نمیخوایم نام بگیریم ایشان. همه قم میگم از میان خود ماست، از کشور خود ماست و یک قسمتش از تبار خود ماست، ما تاسف میکنم میگم. بسیار خوب جناب نور، در ادامه برنامه به صحبت های که نزدیک به این مبحث باشه برمیگردیم، اما اجازه بدید که حالا یک سوال کمی متفاوت تر از چیزی که تا کنون گفتگو کردیم از شما بپرسم. سیمایتان و سفیدی ریشتان جناب نور مرا به یک سوال میرسانه و اویی که آیا هنوز هم نیرو و توان و اراده روزهای جوانی را برای مبارزه کردن و برای برگشتن به وطن دارید یا خیر، خسته شدید از این همه مبارزه؟ ما از خدمتگذاری به وطن، به مردم، به ارزش ها، به فرهنگ، به داشته های کشور، ملت، مردم، سازمان سیاسیم لذت میبرم، ولو که هر قدر مشکل بوده. یک دو، ما کسایی بودیم که افغانستان از شوروی نجات دادیم، در مقاومت اول سخت رزمیدیم، کشور از گام تروریسم جهانی و طالبان نجات دادیم، در 20 سال حکومتداری نوین یک نظام را اساس گذاشتیم، یکی حکومت ها خیانت کردن، از خدمات خوب نکردن و پیچیدگی است. ما نقش خوب بازی کردیم. حال فکر میکنم که اگر شوخی نشه نوبت جوان هاست. جوان ها را ما به 3 دسته تقسیم میکنیم. یک دسته جوان ها و نمود جوان های عزیزی است که فهمشان، درکشان، وطن دوستیشان بسیار بالاست. برای وطن دلشان میتپه، خدمت میکنن، زحمت میکشن. یک دسته جوان ها و جوان است که به هر شیوه که بود در مقاومت حضور داشتن، مقاومت واقعی که در پنجشیر، اندراب، خوست و فرنگ، ورتاش و فرخار یا مثلا جای دیگه در دهی اواخر هم در بلخاب اینا قربانی شدن و شهید شدن.
برچه یکی جنگ بود، خب برحال اونا نیتی بسیار نیک داشتن بر آزادی وطن، یکی زمینه مساعد بود نبود، حرف دیگه بحث جداست. این دوم بخش جوانم. بخش سوم یک لشکر جهل، لشکر دشنام و حشرات مزری فیسبوکی و رسانه های اجتماعی است که جز نفرت پراگنی، دشنام دادن، دشنام های ناموسی، دشنام های شخصیتی، تومت ها، بوتان ها و نفرت پراگنی قومی، تعصبات قومی، تعصبات مذهبی هیچ چیز دیگه در چانتی خود ندارن متاسفانه. ما تعصب میکنم با حال اونا هر تباری که هستن. او دستی که از تباریم است، ما خجالت میکشم که بگویم من تبار هستم یا اونا از تباریم است. برحال برشان توفیق میخوام. جوان ها ما رو گفته بودن که شما دیر شدین، مستفید شدین، وقت مبارزه ماست. ما برشان وقت دادیم که ببینید چی میکنن. هرگاه که نیاز بود که ما وارد میدان شد، هنوز جوان هستم، گرچه ریشی مستفید شده، توانایی هست، تجربه هست و از جنگ هم در زندگی نترسیدیم. جناب لشکری صاحب، ما بار بار زخم برداشتیم، پنجی پای ما قطع شدگی است، دستای ما استخوان های شکستگی است، بیش از 30-32 چهره ما خوردیم، مرمی خوردیم، در زمان شوروی ما زخمی شدیم، در زمان طالبان ما زخمی شدیم و 15 چهره و پاره چهره میاده در جان ما است. این که مرا سر صورت مرا آراسته با لباس میبینن، جوان ها فکر میکنن که اینا هیچ کاری نکردن. این کسایی میدونن که در کنار ما، کسایی میدونن که در کنار ما قربانی دادن و در جنگ های آزادی بخش وطن سهم داشتن، نان قاق خوردن، آب گندیده خوردن، محاصره ها را دیدن، زخمی و شهید خود پایین بالا کردن، اعضای خانواده خود را دست دادن. اینا حرف مرا درک میکنن. این کسایی که نمیدونن و در یردش هم پی بردن نمیتونن و علاقه خدمت گذاری رو ندارن، جز انتقاد، جز دشنام، جز یاوسرایی و اینا، هرچی که بگویم مشکل از نگه که کسانی که نمیدونن میتونه که بفهمنشانه، کسانی که خود در نفهمیدن میزنه او مشکل از که اونا رو بفهمنه، پس اونا خودشان میخواه که نفهمن. مثل این کسی که خواب برده میتونه که بیدارش کنی، اما کسی که خود به خواب بزنه او را بیدار کردن سخت است. من توانایی دارم که به ملت خود باز خدمت بکنم، صلاحشان را بکنم، با تمام قدرت و توان وارد صحنه شویم، چنانچه که در دوره های مختلف تاریخ ثابت میکنه، ملت میدانه که در این کشور ما چیگونه رزم میدیم. البته با در نظر داشتی که ملت ما سخت از جنگ آسیب دیدن و متاثر شدن، کمرشان خمیده، امروز در فقر دست و گریبان هستند، زیر چکمه های ظلم و استبداد و تعصبات زندگی میکنند، این را ما رعایت میکنیم. از جانب هم دنیا جنگ نمیخواد و هیچ گونه ما را اجازه نمیتن متاسفانه، ولی یک روز من مطمئن هستم که دنیا از تعاملش خسته میشن، برمیگرده، شاید باشن که با ما مراجعه میکنن. آقای نور، در حالی که شما ادعا میکنید که دنیا اجازه جنگیدن و حضور نظامی در برابر طالب را به شما و همقطارانتان نمیده، اما در ولایت های مختلف در جای جای افغانستان میبینیم که هر از چندگاهی درگیری های وجود داره و جبهه ای در برابر طالبان عملا وارد میدان مبارزه شده. ما اول میخوایم یک نکته از شما بدانم و بپرسم. آقای نور، احمد مسعود در کدام قطار از او 3 دسته از جوانهایی که گفتید قرار میگیره؟ قطار اول که وطن دوست هستن، قطار دوم که جان خود را از دست دادن که طبیعتا نیست، زنده است، یک میمانه قطار سوم. احمد مسعود از جوانهای شاهزاده است، فرزند قهرمان ملی و من دوستش دارم، امیدوار هستم که اطرافیش اصلاح بکنه و بدون شک خودش قابل افتخار است و او از نخبه هایی که نسبت جوان ها اگر رده بندی بکنیم بالاتر از رده های اول است. افتخار میکنیم. بسیار خوب آقای نور، با توجه به عمل کرده
بیشتر از یک سال اخیر طالبان در افغانستان، فکر میکنید که در حال حاضر جهان با شما همسو و هم فکر شده در مورد این که طالبان صلاحیت مدیریتی اداره‌ای به مثل کشوری به مثل افغانستان را ندارند، یا که خیر هنوز هم دنیا بر طبل صلح با طالبان میکوبه و از شما و از همقطارانتان میخواهی که در کنار طالبان به صلح برسید؟ دنیا از اول می دانستن که طالبا اهل حکومتداری نیستن. طالبا اهل گفتگو و گفتمان نیستن. طالبا اهل زندگی معاصر نیستن. و اینا از دین یک دین کاملا خشونت، انتحار، انفجار، گردن بریدن، خون ریختاندن جور کردن. الان که اسلام دین اعتدال است، دین همگرایی است، دین همپذیری است، دین صمیمیت است، دین صلح است، دین زندگی با همی را دوست دارم. اسلام همین است. ولی اسلامی که طالبای را میتن، اونا هیچ اصلا گفتن نمیتن که مسلمان است. دکی در اسلام است. حتی خوارج هم رویشان سفید میشه در اعمالی که اینا میکنن. دنیا از اول میفهمیدن ایره. چطور دنیا معتقد بیشتن که طالبا یک بار توانستن که تغییر بکنن، متخصص شون، دانشمند شون، در اقتصاد بدانن، در تجارت بدانن، در تکنولوژی بدانن، در ترانسپورت بدانن، در هوا فضا بدانن، در صحت بدانن، در کمیسیون هسته‌ای که افغانستان داره دو بدانن، در تحصیلات عالی بدانن. همه اینا از کنج مدرسه های تاریک آمدن. ولی مدیری دارتون چه میبینه؟ میگه که همه چوکی را خدا داده، این چوکی را به ما خدا داده. این منطق اینا اینه خبر است. کار به اهل کار نسی از کلام الهی است. میگه که کار به اهل کار بسپار، انتو عدل امانات الى اهل. اگر غلط نکنم اهلی هاست یا اهل ها مثال دیو بودید نخوندیم. میگه که کار به اهل کار بسپاریم. اهل کار اونمایی است که دونم رشته تخصص دارد. این دنیا میفهمید، ولی دنیا در مصروف غرق بازی های نیابتی خود هستند. چی شرق، چی غرب، چی همسایا، بدون استثناء همینا در پی منافع خودشان هستند. دیروز با جنگ های نیابتی، امروز با بازی های سیاسی نیابتی. اگر دیروز پراکسی وار بود، امروز دیگه اون پراکسی پولیتکس هست. و اینا بازی های سیاسی نیابتی را راه انداختن و امریکا کوشش دارن که نیروی ارزان قیمت در اختیار خود داشته باشه تا چین و روسیه و ایران استفاده نکنه و دیگه کشور. و ایران و روسیه و چین تلاش داره که آخرین منافع و منابع و ریشه های امریکا را در منطقه خشک بکنن. این بازی است که سبب شده طالبان کمی عمر بکنن، و اگر نفهمیدن که اینا اهل ارزی خدمات و در حکومتداری خوب ساخته نشدن. و بازی ها اینا، استفاده اینا که در آخر رسید، اینا دیگه چیز استعمال شدن میباشه و یک بار مصرف. بعد شما یقین کنین که بعد تک تک ما شما دنیا مراجعه میکنه برای تغییر وضعیت در افغانستان. امیال تروریسم بسیار رشد کرده در افغانستان. پی تی پی پاکستان بسیار رشد کرده. پاکستانی اتمی را به زانو در آورده. خب میبینین که چه فاجعه در پاکستان است. بغل گوش تاجیکستان انصار الله حضور داره. بغل گوش ازبکستان آیمیو حرکت اسلامی ازبکستان حضور داره. یوغورای چین به اصطلاح حرکت اسلامی ترکستان شرقی حضور دارن. خیلی لشکر دندالله و سپاه محمد و لشکر طیبه و سپاه محمد و جیش محمد و دههای تای دیگر، اینا همون توریستای خطرناکی است که یکی داداش دعای جهاد منطقه‌ای داره که بهتون نام گرفتم، و یک تعدادش دایه جهاد جهانی دارن که اونا القاعده است و دایش واقعی، دایشی که برای جنگای نیابتی و منافع نیابتی ساخته میشن، نامش دایش میمونن، نوکر میباشن. اونا نه، دایش اصلی و القاعده، اینا دایه جهاد جهانی دارن که او هدف مستقیم برای امریکا میباشن. ولی وای که جهاد دعوی جهاد منطقه‌ای داره، دردسر برای روسیه و کشورهای آسیای میانه و ایران و پاکستان اینجاست. شاید غرب دا اونا و خلاقه نگیرن، ولی اینا کلش زیر چتر و بال
طالبان در حال تربیت شدن و رشد کردن و کلان شدن است. امروز افغانستان به یک مرکز بزرگ توریسم جهانی تبدیل شده، مسون و امن. بسیار خوب، بسیار خوب. ادعایی که از سوی شما از آقای نور به دلیلی که مقامات طالبان یا رهبران طالبان در افغانستان ادعایشان این است که امروز افغانستان به یکی از امن‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده، نه جنگی در جایی هست، نه حمله‌ای در جایی هست، نه دزدی در جایی هست، نه چوری در جایی هست، نه چپاولی در جایی هست، همه چیز گل و گلزار است. به هر حال میگذاریم این را که زمان قضاوت کنه. آقای نور یک جواب دارم، لشکری صاحب یک جواب دارم اینجا. کدام امنیت؟ دیروزم طالبان میکشت، انفجار میدادن، انتحار میکردن، در مسجد انفجار میدادن، عروسی انفجار میدادن، مکتب انفجار میدادن، در شفاخانه ها نرفتن، اولادها طفل کودکای طفل خور و شیرخور در سینه مادر نکشتن، در دانشگاه داخل نشدن، محصلین را نکشتن، مکتبها را انفجار ندادن، به آب کودکا، اطفال مردم و مکتبها زهر زهرآلود مواد مسموم کننده ننداختن، دهها مسجد انفجار ندادن، دهها فاتحه خوانی و جنازه را انفجار ندادن. چی کاری که در اسلام نیست اینا کردن؟ دیروز هم اینا میکشتن، امروز هم همکارای اینا هم تبارای اینمیا مردم را میکشن. انتحار مکتب اینمی هست، انفجار مکتب اینمی هست، از این فرهنگی که اینمی اساس گذاشته. ده ها جای انفجار میشن، صدها نفر برادرای اهل تشیع را که کشتن، این امنیت است؟ مکتبا را با آتش کشیدن، این امنیت است؟ کورس های آموزشی را ده ها نفر را کشتن و با آتش اولوار ساختن، این امنیت است؟ خودشان وزارت خارجی خود امنیتش تامین نمیکنن، کردن نمیکنن، شهر کابل امنیتش گرفتن نمیتونه. این امنیت است؟ کجا امنیت است؟ یک بخش گرد. بخش دوم، اینا روزی یک دفعه ده ها امنیتی ها و نظامی سابقه را میبرن میکشن بدون محکمه. یک مسئول، با والله اگر من دروغ نمیگم، یک مسئول حوزه که کوچکترین یک افسر ایناست، به دل خود میبرن افراد شکنجه میکنن، پول میگیرن، سلام میگیرن، زیر شکنجه میکشن، میبرن در داستان، در شهر، در کوچه، اگر مور یا نیمه جان شد از بیرون پرتابش میکنن. این چی امنیت است؟ امنیت غذایی نیست، مسئولیت کاری و شغلی نیست، مسئولیت اقتصادی نیست، جای کار نیست، نرخ بیکاری بالا رفته، افلاسون اگر پول به اصطلاح بخشیشی های میانی امریکایی برای طالبان که به جیب خرچی باشن میره، اگر یا نباشه تورم پولی به کجا میرسه؟ هیچ چیزی نیست جز رنج و غم برای ملت. اینه میخواست که اسکلیت دور مردم نفس نکشه و بس. این طالبان میگه دیگر، بیان واقع بینانه قضاوت بکنیم. بسیار خب، من فقط میخواستم که چون بحث طالبان پیش آمد آقای نور، میخواستم بحث رو به اینجا برسانم که من میدانم که یکی از مقامات بلند رتبه طالبان آقای ملا برادر با شما شناخت خوبی داره و شما هم از او شناخت خوبی دارید و زمانی زندانی شما بوده است. آیا در این مدت یک سال با او مستقیما صحبت کردید یا نکردید، یا از شما با توجه به ارتباطی که در گذشته داشتید و مدت‌ها اسیر شما و زندانی شما بوده، از شما خواستن که دوباره به وطن برگردید و طالب را بپذیرید؟ در حساب تماس هرگز نه، بعد از شکست البته هرگز نه، هیچ نوع تماسی نداشتیم. بر یک بار، بر یک سلام علیکم هم تماس نداشتیم. اما در پیش از او در جلسات مسکو و قطر دیدیم، ملاقاتایی داشتیم، بحثایی داشتیم، البته بحثای خوبی بود. اما بعد ببخشید، پیش از پیروزیشان یا پیش از سپردن افغانستان بر اینا، ملا برادر، مولوی عبدالسلام حنفی، حاجی ابراهیم قنداری، ملا متقی وزیر خارجه طالبان و یک نفر دیگر، اینا با تفصیل همراه ما تلفنی صحبت کردن. هم ملا برادر، هم ملا متقی، هم منان حنفی، عبدالسلام حنفی و هم حاجی ابراهیم قنداری، یک برادر دیگر بود، با تفصیل صحبت کردم که جنگ نشد. من به ایشان گفتم که عزیز ما، آمده استیم که جنگ نکنیم، خون ریزی قطع شد. این تماس در چه زمانی بود آقای نور؟ در زمان جنگ مزار؟ جریان جنگ،
بله جریان همی جنگ عمومی که مزارم شامل همی جنگ بود. فکر میکنم که هرات سقوط کرده بود و شبرغان و سرپل فاریاب سقوط کرده بود. ما شدت از مزار دفاع با شدت از مزار دفاع میکردم. اونا میفهمیدن که اگر ما وسایل امکانات می داشتیم و دولت اگر حمایت میکرد اینا نه تنها که بلخ گرفتن نمیتونستن بلکه جنگ ما رشد میکرد. با همکاری سایر احزاب جنبش ملی آقای دوستم حزب وحدت مردم و آقای محقق و دیگر احزاب سیاسی که همکاری سر نزدیک داشتیم ما شمال رو دوباره مدیریت میتونستیم. اینا بسیار با ما توصیه کردن که بیان جنگ نکنین. ما گفتم شما از ما میخواین که ما دفانه بشینم و دستای ما بالا بگیرم که شما با ما وزارت میتونید مسئولیت میتونید دمی خوش باشون. ما سوانه خود در زندگی خود با تسلیم شدن با نقطه ننگین ضرب نمیزنم درس نمیکنیم برای سوانه. یک شوخی هم کردم که ملا متقی صاحب وزیر خارجه یادش هست یعنی صدای من اگر شنید با آقای متقی شوخی هم کردم. ما گفتم ما از او پیپسی خورا و کینو خورا امریکایی نیستم که بعد گروپاک ها را جور میکنن و اونا ماش میتن و پیپسی میتن و مالتا و کینو میتن و چاکلیت مینو میتن و با دو جنگ ها میبرن پوش سر خودش هم بباشه هوا باز تیاراش هم بباشه. گفتم ما از اون مردم نیستیم یاش خور اونا نیستیم مالتا خورا و کینو خورا اونا نیستیم ما با شدت میجنگیم. اما با تاسف که ما رو دولت اکمال نکرد متاسفانه اونم تماسی ما بود بعد از اینکه اینا به افغانستان مسلط شدن هیچ نوع تماس نداشتیم. البته نه تنها ملا برادر که در یک دوره 19 نفر کلانا والی ها قماندان قلوردو فرقه قماندان امنیشان پیش ما اسیر بود و بسیار با عزت ما رهاشان کردیم حتی تحقیق نکردیم. آقای نور آیا امروز پشیمان نیستید که در آن روز شخصی مثل ملا برادر که مجبور ساخته امروز شما و همقطارانتان و شمار زیاد از مردم افغانستان را که افغانستان را ترک کنند آزاد کردید، رها کردید؟ آیا اگر امروز یک بار دیگر به آن سال برگردید حاضر هستید که ملا برادر را از اسارت خود آزاد کنید یا خیر؟ این فرهنگ ماست، این طبیعت ماست، ای آموزش های اسلامی است که برای ما داده، ای آموزش های عیاری خراسانی است که برای ما داده و ما افتخار میکنم که از اهل خراسانی بزرگ هستم، از اهل و نسب آریانای کبیر هستم. ای فرهنگ ماست، فرهنگ عیاری، ابو مسلم خراسانی یا یعقوب لیث، اینا کسایی هستن که عیاری را اساس گذاشتن، یا اسماعیل سامانی، اینا یا عیارا هستن. ما افتخار میکنم که عیار هستم. ده باری دیگه اگر به اون زمان بر بگردم یا ده بار به این زمان اسیر ما شوم هم عزتشان میکنم، هم خوب نگاهشان میکنم و تا خانهشان هم میرسانم. هیچی نیست. ما نتان این کار کردیم که 21 سال 22 سال قبل والی سمنگانشان قماندان فرقه یا قماندان حملهشان به نام ملا علی بود، والی سمنگانشان که مولوی عبدالمنان حرفی بود خدا ببخشه او را کشتن بعدن در پاکستان فکر میکنم آدم شریفی بود و ملا علی قماندان فرقه قماندان امنی بغلان بود و یک بزرگ دیگه شان بار دوم اینایش هم پیش من میمان بود. ما ریهایشان کردیم تا جای مسئول امر رسانده میشه. یک قصه جالب براتون بکنیم. در ارگنک بودیم، ما مزار تصرف کرده بودیم 19 اقرب 13 اشتا. ما داخل شهر مزار شریف شب و شب داخل شهر مزار شریف شدیم، همون شب و شب ایرتان هم گرفتیم که برابر میشه فکر میکنم که بعد 10 یا 11 نوامبر نوامبر 10 نوامبر 2001 فکر میکنم برابر با ما است. دو سه روز بعدش ما و مارشال صاحب دوستم البته رفتیم ارگنک. قصه دراز است که خارجی ها رو چرا خنگ گرفتیم و باز رفتیم ارگنک. ارگنک یک کوی است که بین تاشروان و بین رسولی چالدری قندوز. اینجا یک 17 نفر طالبان اینجا محاصره مانده بودن. دیگه ما نخواستیم که اونا بمبردمان شد و کشته شد. تصمیم هایی شده تفاهم بگیریم دستگیر شد. اونا 4-5 نفر کلانه شد آمدن در قلعه جنگی پیش ما و مارشال صاحب و استاد محقق و اینا بحثایی کردیم، صحبتایی کردیم. البته ملا نورالله نوری بود، ملا فاضل بود و دیگه بزرگاشون بود. خب این قصه یعنی ارگنک هم میکنم. نیروها به دشت ارگنک آمده بود که بحث بود که چی گونه سلاح را تصمیم شد، چی گونه وسایل شد، چی گونه اینا انتخاب شد. هزاران نفر هستند دیگه. نماینده ما خدا و بخشه وکیل صاحب احمد خان سمنگانی بود و رئیس صاحب عبدالخالق خان که پسان وکیل پارلمان بود اونا بودن و قاری صاحب قدرت و نماینده ما از مرشد صاحب دوستون بود.
کماندان لال بود و دیگه بزرگا بودن که نامشون هم یادم نیستن. یک قصه خوب از ملا فاضل اونجا میکنم و قصه بعدیش میکنم. در اینجا از موتر کشیشتن این حال ملا فاضل هم میارن پیش ما و مارشال صاحب. کماندان احمد خان دستی تو پیشتر میشنه، ملا فاضل هم میگه دستی تو پیش بشی. ملا فاضل میگه که نه، یک وقت که ما در اونجا میشیشتم دیگه وقت بود. آلی در سیت پیششتن در تو میزه بعد شما میزه بعد ما پیشتر میشنم مال ما سیدی تان هستم. یک واقعی که در بودیجا بازی آوران در ایرگنک. ایرگنک پیش ما بود و سلام علیک کردیم و اگر مارشال صاحبی ساد است، آلی مارشال صاحب امی ملا فاضل است و ما و کماندر مارک یکی از قطعات خاص امریکایی بود و ما رو برو هستیم. ما و مارشال صاحب رو برو هستیم و مارکو ملا فاضل رو بوده است. ملا فاضل گفتیم را بسید آیادش میهن. یعنی یک دفعه زد و سرخ شد این مارک. یعنی فور از نشانهش پایین پید و قیط زد مستقیم دمی میره دمی شکم ملا فاضل مظلوم یار گرفت. مظلوم. مستقیم دمی ناوش بند. ما زدن دمی توفنگ. توفنگ زدم و کش کردم. تو حق نداری که آلی اسیری که پیش ما آمده با ما تسلیم شده. تو دیگر مطابق قانون ما حق نداری که توفنگ بالا کنی به اینا. با وجودی که امریکایی او وقت زمین و آسمان در اختیارش بود، بیتی یویش هم دوام میگشت و ده ها هزار نیرویش هم در زمین بود. مارشال صاحب شاید است، پاولی مارشال صاحب بود. یعنی ما اینی طوری خدمت هم با ملا فاضل هم کردیم. ما رقم خدمت رو با این مردم زیاد کردیم. شاید 150 نفر اینا در مکتب سلطان رازی بند مونده بودن. مقامت کردن چند نفرشون کشته شد، شاید 150 شون زنده گرفتیم. یکیشون اذیت نکردیم، خرچی دادیم، لباس دادیم، رخصتشون کردیم. هیچ کس هم نمونه که اذیتشون بکنه. دمی قصه ارگنه از ده هجده هزار نفر اینا را یادیم نمانده دیگه مقصد از ده دوازده هزار زیاد هستن. گرفته میشانه مرسال صاحب مرا گفت که فلانی دیگه را تقسیم میکنه. اول گفتن در محبت مزار نگاه کنیم. ما گفتیم که امکاناتش نیست. بعد گفتن خیلی تقسیم بکنیم. ما گفتم ما نه ایر نان دادم میتونم نه ایر نگاه کنم میتونم کدام آسیب نرسن. دیگه باز ما هیچ بدوش نگرفتیم. محبت شبرغان آباد بود باز مرساس کلیش در شبرغان انتقال بود یا می اکثر گذشت به ایسه ملا فاضل بود که شما در جریان شدید. آقای نور، از آخرین روز یا آخرین لحظات حضورتان در مزار برای من بگویید. من در کابل بودم، خبرهایی از مزار به ما می رسید که مقاومت در مزار در برابر جنگجویان طالب همچنان جریان داره، اما به یک باره ناوقت شب اطلاع رسید که مزار سقوط کرد. آقای نور، تقریبا همان روز فکر میکنم چاشت همان روز بود که شما در یک پیام ویدیویی که در یکی از مناطق شهر مزار ایستاد بودید گفتید که جنگ ادامه داره، جنگ سختی است، اما ایستاد هستید. چه شد در آخرین لحظات که شما و آقای مارشال دوستم ترجیح دادید که افغانستان را ترک کنید و میدان را خالی کنید؟ لشکری صاحب دقیق لطف کنین گوش کنین. ما دونی ما پیش از جنگ یک برای واکسین گرفتن واکسین کرونا و بعضی تکلیف هایی که فامیلی داشتیم آمده بودم دبی. در تداوی مصروف بودیم که جنگ در افغانستان شدت گرفت. همکارای ما اول کردن که دیگه آل وقت آمدن است. مردم ما همچنان. ما گفتم کل تداوی را رها میکنم. حق داریم ما در روزی بعد میایم در کنارتان چرندیم. من رفتم داخل افغانستان. دو ماه متواتر شدیدترین جنگ سریکش بدیم. قربانی دادیم. بادیگاردان پیشوریم شهید شده است. هر گروپی بادیگارد هم شهید شده، کماندانی بادیگارد هم شهید شد. خب در خانه مرا با مین زدن. در خطوط جنگ کوچ خطی نبود که نرفته باشن. حالا کلی بزرگا و ما طبعا خودم سالاشان را کردم با اولادا و فرزندان یکم تیم تانه میتم یکم کس با ما تانه میده که چرا اولاداش نمایشی بوده. همین جنگ هم نمایش داره. در جنگ در خط اول بوری پیشورید انسان کشته شده بوره و مریمی هم از بغلایت بگذره با جنگ هم شوخی بگویه فقط جنگ الوات بخش میکنه. ما زحمت خود را کشیدیم، بچه های مردم از خانه ها کشیدیم، سالای کونهشان را کشیدیم، سلاح خریدیم، وسایل و موتر و چیزا خریداری کردیم، مهمات خریداری کردیم. با امکانات کم و ناچیز خط به خط دویدیم جنگیدیم. در خط چارایی کود و برق بودیم،
در خط کمرمند طرف بلخ غرب شهر مزار شریف بودیم، طرف لنگرخانه و اینجا بودیم، در چورتیپه بودیم، در ایلتان بودیم، در کلدار بودیم، در تمام خط بودیم. او طرف در چاکن برادرای حزب وحدت ما مشترک با دیگر اعضاب اینا زیادتر نصف برادرای حزب وحدت ما داشت، اونا اونجا بودن. همگی مسئول جنگ بودیم، اعضاب سیاسی دیگه هم آمادگی خود داشتن، حالا امکاناتشون کمتر بود، هم آمادگی جنگ بودن، امکانات اختیارشان نبود. ما تلاش خود کردیم، هر چی که میگفتیم که ما اکمال شویم، قوای مسلح یکی چی قصه وجود دارد، جنگ نمیکنه، بی روحیه شده، کماندو جنگ نمیکنه، قوای مسلح جنگ نمیکنه، قطعات خاص جنگ نمیکنه، پلیس جنگ نمیکنه. تعداد سالبت در گذشته جنگ میکنن، بیچاره قربانی بودن، مثلا شکاری میکردن، ولی که قصه چی بود جنگ نمیکردن، بیزار مکمل به دشمن ریها میکردن و طالبان اکمال شده، تقویه شده میامدن. ما میگفتیم که بسیج عمومی، پیشتر از اجماع عمومی گفتیم نکردن، بسیج عمومی گفتیم نکردن که برای روحی قوای مثلا مفید تمام شیم، کمبود قطعات پر شد، قاقش خالی شده بود. آقای غنی رئیس جمهور حرف گوش نکردن، شورای امنیتش گفتیم گوش نکردن، وزیر صاحب دفاع بسم الله خان را گفتیم، اونا را خود طبعا حرف اونا را رئیس جمهور گوش نمیکردن. وزیر صاحب دفاع را گفتیم که وزیر صاحب وقتی مسئولیتی دست بیارید این سلاح ها را در قطعات و خواهش ها کردیم کل افغانستان برای مجاهدین و مقاومتگرای دیروز تقسیم که با مسئولیت خودت، امروز مسئولیت تاریخی داری، فردا افغانستان اهل سقوط میکنه، بیاین که از این مرحله بیرون شیم، باز این سلاح پس جمع کرده میشن. خب اونا مشکل خود داشتن، مثل که شورای امنیت و رئیس جمهور حتما موافق گپ نبود، نمیتونست که اجرات بکنه، مهمات هم دادن نتونستن. رئیس جمهور دوبار افغانستان باشه مزار آمد، رئیس جمهور دوبار آمد، ما یک بارش در جلسه که جلسه امنیتی گرفته شد، در اون مارشال صاحب دوستم، استاد صاحب محقق، جمعه خان همدر، ما از سیاسون حضور داشتیم و خود رئیس جمهور، عباد خان، عبادالله عباد، معاون اول ریاست عمومی افغانستان امنیت ملی، اونا آقای کتوازی رئیس ارگانای محل، از شورای امنیت مثلا کی کیا بود، رفیق فاضل خوب یادم از اونام بودن، آقای متین بیگ بود و کسای دیگر از مسئولین محلی، قماندان قول اردو، جناب والی صاحب ولایت که وقت فرهاد عظیمی والی بودن، اونا که شب روز در کنار هم زحمت میکشیدن، قماندان یعنی رئیس امنیت ملی، همگی از مسئولین محلی و حوزه‌ای و ولایتی هم حضور داشتن. ما کنار رئیس جمهور فشتگی بودم، روبروی من مارشال صاحب دوستون بود، خوب یادشان میاد. گفتم رئیس به جمهور قوای جنگ نمیکنه، که چرا جنگ نمیکنم برای ما ارتباط نداره، خودتان معلومات بگیرین. ما گفتم من در این رابطه بحث نمیکنم، لطف کنین برای ما احزاب سیاسی که دیروز تجربه جنگ در جهاد داریم و فردا تجربه جنگ در مقاومت اول داریم، برای ما یک مقدار تجهیزات، سلاح، مهمات و تانک دفتر ما بده، سلاح ثقیل و توپ و توپخانه، که با کلنشکوف زنگ زده نمیشه که جنگ کنی و بچه‌ها رو نگاه بکنی که کشته شون و دستور چیزی نباشه. در عقبه اینا پیاده ما خود ما سلاح ثقیل داشته باشیم. اینا حرفشان منفی بود، حاضر نشدن که برای ما سلاح بدن. آخر گفتم که رئیس جمهور بینه به عنوان عامیانه گفتم، یعنی که نفری که گفتم کلش الحمدلله زنده است و حرف ما یادشان میاد. گفتم رئیس جمهور روزی 5 10 15 سال سقوط میکنه، یا سقوط میکنه یا در خط باریک گفته خودشان وصل میشه، خود تحویل داده میره، عقب نشینی تاکتیکی میشن در خط باریک وصل میشن، چطور میشن و ورسولا سقوط کرده میره. ما تو فکر کو که یک ورسولی بیزی که یک بیز قوی که می داشته باشه جهت دفاع از خطوط مقدم، فکر کنه که این یک ورسولی سقوط کرده، سلاح و وسایل و تانگای این یک ورسولی رو به ما عذاب بده، چی گونه خط کار داره برای امضا کردن میتیم که می آرامی و امنیت که می آمد سالات پس از ما بگی. تو فکر نکن که ما باز مصالح میشیم، تجهیز میشیم، فردا با شما در سر میشیم. همین یک گول سوری تجهیزات که آدم نشدن، روزی که سقوط میشد شبش با ما 300 میل سلاح دادن، 300 میل ام 4. این رو توضیح کردم به اعضای سیاسی و بعضی قماندان ها، تست 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 از ام 4 رو تقسیم تا توضیح کردم، آمدن گفتن خواه سلاح اینا رو گرفتیم، رایی سر شد، اسم والد همه چیز ثبت شد، مهمات با شاجور شاجور ندارم؟ نه ندارم. زنگ زدم با پلیس، پلیس گفت که این ما قلدور میگم، پلیس کاری نظامی نبود، اومدن و قلدور گفتم، گفتن که واسه روان کردن والا خیر فکر ما نشه میتیم. صبح که تا شام سقوط نه، کی میفهمه دیگه سقوط میشه، کسا بفهمه
تاریخ ما مشخص کنیم. سو ما بادیگاردای خود امرای مطالعه تقریبی روان کردم. از صبح اول که اینا شیشتن منتظر مرمی بهانه کردن تا نیم ساعت پیش از سقوط. نیم ساعت پیش از سقوط هم یک مرمی ندادن. کانتینرها میلیون ها مرمی پور است، میلیون ها فایل مرمی پور است، کانتینرها دیپو ها پور است، مرمی ندادن. بدون مرمی داستان های مرسید. این قصه اینجا تمام. سوال شما را میگم. بله کمربند سقوط کرده بود. اول لنگرخانه اونجا سقوط کرد، همزمان با او باز کمربند سقوط کرد. ما خودم نیرو گرفتم رفتم اموجا. از بچه های کماندو بیچاره بودن اموجا زحمت میکشند، بچه های محلی اموجا بود زحمت خودم میکشیدن، ولی دشمن بود شکست داده بود. کماندو فکر میکنم سکولا خان بود. رفتم با اینا کمک کردم، اینا را پیش سر گفتم خیلی شما محکم کنیم که دشمن پیش نیاید، لنگرخانه را گفتم دست رگ نبره، کمربند نکنه. رفتم کمربند مشهور بلخ امو که رواق داره و یک تعمیره که زیبا دست رگ کرد، امو را رفتم با دستای خود ما، بچه خود ما، خود ما گرفتم. ما شخصا از اون که شما در فیسبوک ما مراجعه کنین، در تاریخ 14 آگوست ویدیوی ما فیسبوک ما را ببینین با لباس نخوتی در جان ماست الوایی. امروزی که من صحبت میکنم خودم رفتم اون کمربند گرفتم، پس به حکومت تسلیم کردم. در اون لحظه که من صحبت میکنم امی پیش چشمم در گلدان امی سرکی که من گم میذارم، یک گلدان سرک دو تقسیم تیم میکنم، در امی پیش اوریم 5-6 متری یک بادیگاردم شهید شد، یک بادیگاردم زخمی شد، یک پلیسی بیچاره هم جغل شهید شد، یک بچه دیگه زخمی شد. این میاره از 5-6 متری و کشور کشور و آرست باشن تشکرده بودن. مرمی هم در جان ما می آیم، اما رواقا رو که ببینید مرمی خوردگی هست، مرمی ها که می آیم می خورد. من صدای خواهد خطر نکدم که مردم بیروهی نشد. پیام خود را دادم، مکم کدم، نیرو رو جمعانم، پس آمدم به سوق اداره خود، یه رها کردم. دوباره بچه های خود را روان کردیم، دستیارای خود را، قاری صاحب قدرت را، فاروق جان عروج را، بعضی خومند نسایی های دیگر را که برن، اگر کسی دیگر از حکومتی ساد نمیشه، از نیروی محلی خود ما ببرین جا با جا بکنیم. خب اینا رفتم خط استارت کردن. ما در فکری خط مکم کردن خط هستیم، بچه ها آوردن که خط چارایی کوده بغ یا شد، تخلیه شد. چرا تخلیه شد؟ در اونجا نیروی ما هم هست دیگه مردمی. گفتن والا قوای مسلح اردو و کماندو و خاص همه فرار کرد. ما اون خیلی ریا نکنیم شما باشید. بعد فکر کردم که اینا به تو و به تو کلشان کشتن میشه، تو کلشان زخمی میشه. ما چی پایام داشته باشم با فامیلا اینا؟ گفتم بیاین عقب، کسایی که بلد هست میفهمه، یک جای بابا کنه میگم اما تو میجه خط بردیم. اینا مصروف خط انداختن اینجا بودن. پروفسور بچه آور کرد کلوردو تخلیه کرده. ما گفتم کلوردو خود جنگ میسترش از برای خود چرا؟ تا که گفتم اول بیرون که کلوردو چرا تخلیه میکنن؟ با مشدت قطار حرکت کردن دیگه، همی بش 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 گذاشتن. خب کجا میرین؟ این شرایط است که تنها شهر مزار مانده و 6-7 واحد اداری ما، بندر ایرتان، 6 ولسوالی، شهر مزار، تمامی شمال سقوط کرده. او طرف دیگه هلمند و گروزگان و فرا و اینجا سقوط کرده، این طرف هرات و غور و بادغیس و 9 ولایت شمال هم مکمل سقوط کرده. خب رام خوب بند از کابل شما رفتن نمیدون کجا میرین؟ اونجا خب بچی مامایتان نیست ازبکستان که به ایرتان بندر تجاری داره شما با تانگا باز بکنه. روز رفتن ایرتان گره. ساعت 15 کم هفت شکست صورت گرفت. 15 کم هفت این وقتا بود. نماز شام نو خوانده بودم فصل وقت، اون وقت شام میشد. ما در به قصه ای بودم که خط بندازم، حالی ما که توضیح بتم شما را درد سر میشه، مردم های بلد میفهمم، یا خط انداختم اطراف شهر. در تبلیغات میگفتم که خانه به خانه جنگ میکنیم، شهر به شهر جنگ میکنیم، آپارتمان به آپارتمان جنگ میکنیم، ولی کار من نمیکردم. شهری که با خون جگر خود آباد کرده بودم و او شهر زیبا، اقتصاد مردم بر هم میخورد، هزاران نفر کشته میشد، هزاران ده ها نفر مهاجر میشد، او شهر به شهر ارواح تبدیل میشد. در تبلیغات میگفتم که کوچه با کوچه، آپارتمان با آپارتمان جنگ میکنه، یک آپارتمان یک توپ راکت میخورد، میفهمید که او آتش میگیره. منظور ما این بود که در خط جنگ میکنم اگر بیرون از شهر مقاومت کرده تانستم خوب، اگر نه ما تمامی تدابیر در کوه ها گرفتم. میرفتم کوه. فیصله من که مارشال صاحب همین چیز بود که مارشال صاحب دیگه ما کوه را بلد است و ما باز نیرم شما با نیرویتان طرف ما میجرمان بکنیم. این قصه بود که ما در تدابیر خود بودم که دفاع بکنم، بعد اگر نشد برم بیرون.
استاد مقی به ما به تلفن گفت که او برادر تلاشخی نکو که قصه همی است که افغانستان اینا به طالبات دادن، ما تو زنده باشیم دوباره برمیگردیم. یک کمی استاد مقی به کابل بود که از قبل برنامه تنظیم شده با ملاقات مذاکرات پاکستان میرفتن، البته نه که امور استاد رفته باشد، از قبل از یک ماه قبلی تنظیم شده بود که در اونجا مرم دعوت بود، باز من نرفتم، خالد نور روان کرده بودم که برای ایوازی من اگر برم خط سقوط بکنه به دوش من نشه مسئولیت. خب اونام زنگ زدن و دیگه دوستان زنگ زدن، مارشال صاحب یادش بخیر گفت که قصه تمام است، توطیه بسیار کلان است، بیا بریم به طرف حیرت. من تو سبب که مارشال صاحب که من یک تدابیر دارم چی میشه، خب تاکید مارشال صاحب و معنی بود. وزیر صاحب دفاع زنگ زد، آمد صاحب بسم الله خان، گفت که برادر گپ ختم است، چی نکو، جنگ نکو. خب البته من از پیش خوش هستم، اگر او کلاشخی اون وقت مگر میکردم گپ مارشال صاحب نمیگرفتم، گپ استاد صاحب محقق نمیگرفتم، گپ وزیر صاحب دفاع را نمیگرفتم، من چی وضعی از سر من میامد، قصه دیگه توتیه بسیار کلام بوده، من نمیفهمیدم که افغانستان دنیا برای طالبان داده بوده. این دیگه او درک و فهم ما اون وقت همین بود که ما در کوه میتونیم که شش ماه خود جنگ میکنیم. دیگه وزیر صاحب باز کمی من جدی شدم، باز گفت که او برادر دوست ماست، هم سنگر این ماست، عذر میکنم برای فلاش خیلی نکو بود. من گفتم وزیر صاحب دفاع هم کردم طبعا دیگه، ولی عالی برای از پیش خوش هستم، خداوند خیرش بده که قصه چی رقم بوده. آبوی ما میریخ، شما دیدین که جناب امیر صاحب اسماعیل خان مجاهد بزرگوار با او روی سفید تفنگ در شانه جنگید رفت و قول اردو که قول اردو تشویق بکنه که بیاین بجنگیم، این ظرفیت وجود داره یا سالات توزیع کو گرفتن مشبسته دست بسته امیر صاحب قول اردو به طالبان تسلیم کرد. بعد با شکست خود این شکست که دیدیم و تسلیم میشه 20 کم 9 15 کم 7 سقوط آمد در شهر مزار شریف، طالبان در شهر مزار داخل شد، ما 20 کم 9 برآمدم. رای زمینی توطئه هایی که علی ما بود از تمام توطئه ها گذشتیم، الحمدلله رای زمینی رفتیم، بیرتان رسیدیم. خیلی ار ملاحظه که بود ازبکستان برادرها همکارای ما را اجازه ندادن، یک چند نفر محدود ما را اجازه دادن، خواخانه چانا بودیم چند نفر هم اجازه دادن. بعد ما دو ماه جنگ خونین کردیم در دشت هموار مزار، دشت هموار مزار هر روز 10-20 شهید و زخمی میدادیم. ما شدیم فراری، کسانی که در کابل تک نگدن اونا شده قهرمان. ما در شکست زمینی با زور خود در برابر توطئه که همین رهبری خود دولت هم علیه ما توطئه برای دام انداختن جور کرده بودن جایی برابر شده زدیم و با جرات و غیرتی که بود برآمدیم و خلا کشیدیم. دیگرها با هلیکوپتر شیشتن راحت گرفتن به این کشور و به اون کشور، یا تعدادی هم به طیاره کلان شیشتن و رفتن بر کشور. اینا شدن قهرمان، ما شدیم گروزی و ما شدیم فراری و ما شدیم وطن فروش. ما چی مسئولیت داشتیم؟ رئیس جمهور تو، مانی اول تو، وزیر دفاع تو، وزیر داخله تو، رئیس امنیت تو، شورای امنیت تو، 350 در نیرو تحت امر شما، امر شما، سلاح و دیپو به اختیار شما، جنگ نور و دوستم و آقای محقق و ای رهبر و او رهبر و ای قمانه و قماندان میکرد. یک حرف بسیار بی منطق، همین دشنام از با ما حواله میکنن که چرا گرفتین، چرا گرفتین. آلی گروز خو از کسای سردمدارای پرسان کنه که توپ و تانگ و 350 در نیرو و بانک و پول و لوجستیک و قوای هوایی و اما این اختیارشان بود. یا مثلا یک تعداد محدود برادرای پنجشیر، مال در کلش نه، من ملامت میکنم، البته پنجشیر سرزمین عزت و افتخار است، من بچن افتخار میکنم، من دیوالا و رفقای بسیار صمیمی دارم، رهبرهای بسیار عزیزی از پنجشیر است، اما دسته خاص با ما بسیار دشنام حواله میکنن که هو جنگ نکردین، گریختی، وطن فروختی. ما بگویم که برادرای پنجشیریم، معاون اول تو، وزیر دفاع تو پنجشیری، قماندان کل قوای هوایی فهیم خان رامین پنجشیری از تو، قماندان قلدودو از تو، قماندان 01 و مچن 04 از تو، قماندان لوا از تو، قماندان کماندو از تو، فلان قماندان های تطاعت خاص از تو. جنگ من میکردم؟ کمی عدالت هم خوب است، کمی انصاف هم خوب است، کمی از اخلاق آدم کار بگیره، انصاف خوب است، انسان شو آدم بهتر است. برحال اقتصایی بود که خدمت شما. خواهش میکنم جناب نور، از آقای اشرف غنی یاد کردید، میخوایم فقط بسیار کوتاه پاسخ بدید که شما در
جای زندگی میکنید که گفتمش آقای غنی هم در همان جا در همان کشور هستن. آیا در این مدت بیشتر از یک سال با آقای غنی دیدار کردید؟ یک دیگر را دیدید؟ آیا یک مذاق کنم به خاطر که یک عکستان در وقت چاکلیت خریدن برآمده بود روز اول سقوط در شاپینگ کردن با یکی دیگه سر خوردید جناب استاد؟ نه والا او اول ما عکس بگویم، او عکس از یک 5-6 سال قبل بود که ما جلسی که اطلاع جور میکنیم پیش مارشال صاحب دوستم رفته بودیم در مسیر رای استانبول و انقره در موترا که رفتیم بود با در جای یک چی دارد راحت جای داره سرعتگاه داره که با میسلیشن های تیل است و باز مارکیل دارن و یکم نقودن و کافی و چیزا. البته همونجا پایین شدیم که دیگه فکر شده که خیلی باز خودی همی بچه خودشان اون وقت نشر کرده بودن، اما اون وقت باز آوردن در این جریان نشر کرده. نه در این وقت مرا هیچ در این مارکیل او سلام نداریم نرفتیم و ندیدن. امرای دکتر سوا شفغنی نه همسایی سیم که متاسفانم دیگر سال هایی نمیدیم هیچ ندیدیم و هیچ تخاظم نکردیم توقم ندارم. بسیار خوب آقای نور، از بسم الله محمدی یاد کردید، خواهش میکنم کمی کوتاه پاسخ بدید تا وقت شد و من همه سوالات از شما بپرسم. نزدیک به یک ساعت شده گفتگوی ما داره همین لحظه. از بسم الله محمدی وزیر دفاع روسهای پایانی نظام آقای غنی نظام جمهوری یاد کردید. منتقدان او را به معاملگری با طالبان متهم میکنند، شماری دیگر او را به ناتوانی در امور جنگ متهم میکنند. از شما که دوستتان، همرزمتان، همسنگر دوران مقاومت اولتان هست، میخوایم بدانم که چگونه با چه جمله ای عملکرد آقای بسم الله محمدی را در وزارت دفاع تحلیل میکنید؟ بسم الله خان محمدی که ما امو القاب دوره جالش که افتخار است همیشه یاد میکنیم، با منام صداش میکنیم که میگیم عامر صاحب. عامر صاحب بسم الله خان یک مجاهد عزتمند با وقار با نام نشان است. بسم الله خان یکی از یاران نزدیک قهرمان ملی است. قهرمان ملی برای مدیریت جرأت و جنگی همیشه افتخار میکرد، با افتخار یاد میکرد. بخشی از کارهای قهرمان ملی را یادم جمع میکرد. یکی آل وطندارای خودش را توهین میکنه، یعنی توهین به قهرمان ملی میکنه. شناخت قهرمان ملی در سی تعیین همکارایش و اطرافیش بسیار غلط بوده، یعنی با خود عمر سید مسعود شهید اینا با چالش میکشن. بسم الله محمدی یار دیرینه همه ماست، مسرش افتخار میکنم. اما در وقت وزیر دفاع شده آخرش هم میگم البته که همه چیز از هم پاشیده بود. در شرایط وزیر دفاع شد که ولسوالی از هم پاشیده بود، تعداد ولسوالی سقوط کرده بود، جنگ شیرازی خود را دست داده بود و شورای امنیت ریاست جمهوری هم با قوای مسلح مستقیم تداخل داشت و این مسلمان را وظیفه‌اش و صلاحیتش به اختیار خودش نمی‌ماند. یک بخش. بخش دوم هم همین که نقطه آخر گفتم. بخش سوم یک اشتباهی بزرگ کرد. بزرگترین اشتباهی بسم الله خان این بود که وقتی که رئیس جمهور فرار کرد، استوار مینیسی وزیر دفاع دمی چوکی میشش در حکومت نظامی اعلان میکرد. گرچه ماونی در جمهور فرار کرده بود یک روز پیش، اینا پول تقسیم کردن بین خود و چانته های پول ماونی اولو یا بین خود تقسیم کردن و گرفتن و آوردن و پنشیر یا یک روز پیش یا گرفته بودن و رئیس جمهور طبعا کمرش بسته بود که چبل ایمان این ایمان خودش دروغ است، هم مسعود خودم که خود رئیس جمهور آورده و تیارگاهش هم تیار به ارگ بود، حتی پیسه‌اش هم که خود آوردن. البته پیسه شخصی جانه، ما او که از 60 میلیون را چونه او را ما ایتلا ندارم، گناهشان را نمیگیرم. این دنی تر شرایط یک شانس بسیار خوب برای بسم الله خان بود که حکومت نظامی اعلان میکرد، تمام تجهیزات در اختیارش بود، مردم بسیج عمومی اعلان میکرد، بسیج میکرد. والا اگر گفته او ساسف صاحب اگر پدر کلان طالب گرفته میدانست مجاهدین در جنگ کمر بسته اگر حساب میشه مسئله اگر میشد، اینا خو یگانه کارشان باز کردن راه را برای طالب همی بود که مجاهدین منزوی ساختن و نماندن که تجهیز شوه مسئله شوه. اگر مجاهد در مسئله می بود تجهیز می بود دست خالی طبعا کنیگی می گرده دیگه و اگر یا مجهز می بودن طالب ها باز می فهمید که کدیکی روبرو هستن. دقیقاً. جناب استاد، موضوع دیگری که بسیار زیاد مهم هست این است که آقای عبدالله و آقای کرزی، حامد کرزی در کابل ماندند
و طالبان هم ظاهراً به وعده عفو عمومی خود که شامل سیاستمداران تراز اول هم میشند عمل کردند و استوار هستند. من میخوایم از شما بدانم که آیا با دیدن شیوه برخورد یا زندگی دکتر عبدالله و حامد کرزی در افغانستان این هوا به سرتان آمده که شما هم برگردید از این امتیاز عفو طالبان استفاده کنید؟ خب خداوند دکتر شیب عبدالله و آقای کرزی حفظ بکنه، اگر نه که نیت دکتر شیب که من میفهمم امی بود که برای مردم خود خدمت بکنه در کنار مردم بمانه، خداوند برشون یاری برسانه، ممکن دیدگاهشان امی بوده باشه، در این رابطه مزید تماس نمیگرم. اما عفو عمومی طالبا از حضور اینا برای سیاسی زیاد گرفتن که این رهبرا در کنار ما سنج گپینس و بیان دیگرای دارن، خواستن که یک مشروعیت از دنیا بگیرن. اینا مشروعیت خود از دنیا اگر بگیرن باز میفهمن با کیا چی چگونه حسابی میکنن. مثل که در یک جلسه در مسکو کلانای طالبا به ما مشخص گفت که ما چند نفر بخشیده نمیتونیم اگر پیروز شدیم. رئیس جمهور کرزی دکتر صاحب عبدالله را، رئیس جمهور غنی را، یکی دوی دیگر هم گفته بودن، مارشال دوستم را هم فکر میکنم گفته بودن. جناب نور امکان داره مارشال صاحب هم دو جمع بوده باشه، به خاطر که آقای عفیز منصور بر ما گفت که طالبان مشخصا در دوحه به ما گفت که ما هر کسی را ببخشیم دوستم را نمیبخشیم. مقصد خب دست جمعی هم گفتن و شاید تناتر هم گفته باشه، بخیر دقیق هست این گفار زده اینا. اما عفو عمومی اینا مطلق دروغ است. اینا تمام روز کشتار دارن، اینا تمام روز ترو میکنن، تمام روز میکشن، به سرکا میندازن. او تو روز اینه که به ده ها خانه جنازه داخل نشه، او تو روز اینه که ده ها نفر زیر شکنجه اینا مخفی نمیره. شکنجه هست، اختناق هست، اختطاف هست، ترور هست، کشتار صحرایی، محکمه صحرایی هست. عفو عمومی مطلق دروغ است. اینا اونمو دیدگاه افراطی خود دارن، اینا از سوریختاندن خون لذت میبرن و تش دارن، تشنه هستن، تا خون نریزانن اینا تشنگیشان نمیشن. من یک روز گفتی آقای متخصی در دوستا با ما نشه شوال داره بده سوتی نشن اگر راست بوده باشه، گویا ما چنان عفو عمومی را آوردیم که در دنیا نظیرش نیست. من نمیفهمم که اینا واقعا در کلیشون چیزی داره نداره اینا، یا واقعا بسیار دیده در آی هستن. کدام افه؟ مردم کشته روان هستین، زنها را در خانه حبس کردین، دخترها را از دست مانین، جهل حاکم ساخته را هستین. با علم و معرفت شما دشمنی دارین، با زندگی پیشرفته و انکشاف یافته شما دشمنی دارین، با تمدن شما دشمنی دارین، با انکشاف شما دشمنی دارین، با دنیا شما دشمنی دارین، با نکتایی و لباس غیر جنبوری شما شپزده شما که دیگه لباس پوشیده شما شما دشمنی دارن. از برای خودم مردم رو میگن که شما به 1400 سال قبل برین. آره امروز تکنولوژی نمیخواید کلش دیگه بگوین که در سنت حرام بزرگه، چون حضرت پیغمبر دیگه موتر نداشت، تایران سرسته نمیتونست، برق استفاده نمیتونست، بگوین که دیگه خلاف سنت هست، از هیچ چیزی تکنولوژی نمیتونست استفاده نشه. ایدیم دقیقه یک مردم ما شما که شما برسیم خداوند به ملت ما رحم کنه. بسیار خوب آقای نور، خود من هرگز نه به هیچ وجه. من طبیعت آزادمنشی دارم، هیچ وقت زیر حاکمیت و تسلط نیروی جهل و بیگانه که به خودم مسلط نیستن جلوی پیش دیگر هست هیچ وقت به این زندگی علاقه ندارم. بسیار خوب آقای نور، طالبان با حاکم شدن بر افغانستان خانه و یا به قول خودشان قصرهای مجلل رهبران سیاسی افغانستان را مصادره کردند. شما که خب نام خدا در بین رهبران افغانستان به شیک پوشی و به شیک بودن و به خانه های مجلل داشتن نام دارید، میخوایم بدانم که با خانه و دفترهای شما چه کردند؟ مسجد شده خانه هایتان یا فرماندهی نظامی؟ طالبان خود مسلمان میگن، مؤمن میگن که ما خصوصیشان سوال داریم در رابطه. مسلمان خانه مردم را غصب نمیکنه، منظور از خود بنده است دیگه، عام مردم در کل ولایت.
با مسلمان خانه مردم غصب نمیکنه، با خانه غصبی زندگی نمیکنه و در اونجا میفهمه که مسجد ادا جور کنن نمیشه، نماز بخونن در اونجا نمیشه، ولی تمامی مسئولین اینا خانه شهر اکثریتش گرفتن و نشستن. از مره تلویزیونم نو جرف زمین است، دفتر تلویزیونم مدرسه جور کردن، اول یک در 20 فامیلی میشستن، بعد از او بازی را گرفتن مدرسه، مدرسه اونها خود کارش انتیاریز دیگه، خود شما میفهمید افرادی تربیه میکنن، مدرسه جور کردن، هر وقت حال خود اختیارشون از هر آدرسی رسی باز کشون حساب میکنن که ما چی نمازی کجا میخوان اونا چی میگن نمازشون. مهمانخانه حولیم، خانه دو تقسیم کرده، یک تقسیمش والی میشن، یک تقسیم هم مهمانخانه والی است. دفتر سیاسی، همین دفتر سیاسی ما خود دیدین که بسیار نام هم داره، بیش از 31-32 سال پیش قوالش است، قوالش پدری بود که پدرین فوت کرد، بازی دورسا میرسید، از ورسا باز ما خریدم ای قوالی کلان نگم چیل تا عکس داره میگرد که ترکه شده اندوز قوالی سیام ما نگرفتیم که ترکه را ما گرفتیم که از 30-30 سال قبل از او تعمیر دفتر سیاسی ما او را مرکز نظامی جور کردن. باغم که زمینش از خسروبریم است تعمیرش ما جور کردیم، البته خسروبره و یزده خسروبره بین خود جور کردیم، تعمیرش ما جور کردیم ولی زمینش از خسروبریم است، او هم به اختیار قطعات نظامی شان است و جای دیگه هم تا جایی که داشت دارن شاید اختیارش هم داده باشه. تنها یگانه کاری که کردن من نمیفهم که کی وساطت کرده بود، یعنی خدا داد خودم نمیدارم، اولی نشیمن با هم باز تخلیه کرده بودن در هفته های اول مسلطشان، اولی نشیمن ما تخلیه کردن دیگه، در تمامی جای ما اینا حضور دارن. یک پیام از این طریق به طالبان میدن که اگر شما در این فکر باشن که ما دلبند جای و جایداد و زندگی خود هستیم، از این حال برد میگم که تمامی جایداد ما را شناسایی بکنین یا بفروشین یا دمی زیرش بمانه را خود یادن بم بگذارین، مین بگذارین، از اون بخروشین فجارش بکنین و این صدقه سری ملت مردم افغانستان. این چیزا برای ما برابر بار پاشه و مگس اهمیت نداره، حتی کلکسیون ساعت هایتون جنوب اورا آدم کده خود کسایی که انتقاد میگیره، به شوخی کدوم آوردن، کسایی که انتقاد میگیره که الان ساعت های این قدر ازاری دارین بفروشنی بکنین بکنین، اونا بفهمه که ساعت هنوز هم هست چند جبر میتونیم که بکنیم. بسیار خوب آقای نور، در پایان من میخواییم یک سوال بپرسم و از شما خواهش میکنم که کوتاه پاسخ بدید. آیا شما به آینده کشوری به نام افغانستان که کشوری آزاد مستقل باشه امیدوار هستید یا خیر؟ بدون شک امیدوار هستم، امیدوار هستم که طالب ها از شکست دکتر نجیب پند بگیرن، از دوام نیاوردن و شکست مجاهدین حکومت مجاهدین پند بگیرن، از دوام نیاوردن حکومت اولی خودشان پند بگیرن. هیچ کس به زور نیزه حکومت کرده نمیتونه، طالبان این خواب نبینن، دوامدار حکومت نمیتونن. ما امیدوار هستم وضعیت تغییر میکنه، دیدگاه تغییر میکنه و ما انشاءالله آبرومندانه همه ما شما وارد افغانستان خواهد شد. بسیار خوب، سپاسگزار. جناب استاد، من در پایان نام چند شخص را میگیرم و میخوایم نظر شخصیتان را در مورد این افراد بدانم. من امیدوار هستم چیزی که واقعا فکر میکنید و شناخت شخصی از اینها دارید را نام بگیرید، به دلیلی که راه دور است دیگه، من گفتم عکس براتون نشان ندم، نام بگیرم ساده تر هست و آسان تر هست. آقای اشرف غنی فرد اولی است که من میخوایم نظرتان را در موردش بدانم. آقای اشرف غنی یک شخصیت اکادمیک هست، آدمی دانشمند است، ممکن در مسائل اقتصادی که چون جایی که کار کرده بدانم، من خودم زیاد بلد نیستم، یک استاد خوب است، میتونه لکچر خوب بده، ولی هیچ وقت یک زعیم خوب شده نمیتونست. متاسفانه که دنیا در اینجا سخت به انتخابشان اشتباه بود. عبدالعلی مزاری، کمی دیگه هم اضافه کنم در اینجا که بله خیلی خیلی از خود راضی و خیلی خیلی انسان طلب خود که قدرت و همه چیز پای خودش باشه و خیلی عزت طلب، کمی جلال اکما برش بگوی و سب کماندن یا الله برش که میگفتی از اون بسیار خوش میشه، عزت میاد. عبدالعلی مزاری یک رهبری به تمام معنا، با غیرت، با عزت، مدافع حقوق مردمش خوب درخت شد، ای که در جنگ های افغانستان استباهات بود و را میگذارم دیگه. من یک رهبر دوست داشتنی او را فکر میکنم، باور دارم. ملا هیبت الله
یک مولای ناشناخته از کنج مدرسه پیدا کردگی، مهره استخبارات بیرون که هنوز غیر از پشتش پیشونیش کسی ندیده و او شده زعیم ملت. شما ببینین که با اینا بیعت میگیرن. همین بیعت گرفتن میگه که پدریش بشناسی، بابیش بابا کلانش بشناسی، نسل نسبش بشناسی، شخصیتش بشناسی، بفهمی، علمش بفهمی، تمام مقدار علمش بفهمی، تواناییش بفهمی، جرأتش، جسارتش، همین کی دیده، کی میشناسه که کی است؟ غیر از پشتش دیگه تالی خود کسی روش ندیده. یک مولای نامگم مورا نمیفهم که ما دو چی نام بانو چه قضاوت بکنیم. احمد شاه مسعود، من نمیتونم با واژه ها تکمیل بکنم که احمد شاه مسعود کی بوده. من خواهد میگم که افتخار و عزت کل افغانستان بود. و در پایان، همسایه دوران نوجوانی آقای مسعود که خانه‌هایشان نزدیک به یکی دیگر بوده، دکتر نجیب الله. دکتر نجیب در ابتدا اشتباهات بسیار زیاد داشت. وقتی که رئیس خاد بود بسیار جنایت کرد، بسیار نفر کشته. جمهور بود، کوشش کرد که کارای نوآوری بکنه، خصوصا بعد از برآمدن شوروی. خوب یک سخنران خوب بود، حرفای بسیار خوب به مزه می‌زد که مردم عام می‌بینه چطور جذب کرده. ولی دیگه دو شکی نبود که از مورها و اجنتای تیجیبی و شوروی سابق بود، ولی در حکومتداری خودش خیلی موفق بود، مدیر لایق بود. به اندازه فساد در حکومتشان نبود، عرضه خدمات بسیار خوب بود. بود که ما کشان می جنگیدیم، قوای بسیار منظم داشتن، قوای بسیار جنگی و قدرتمند داشتن. ای که دیگه وضعیت طوری آمد و از برکت اختلافات بیروی سیاسی و قوی شدن زیاد مجاهدین و سرکشی در وقت دیگه جنرال صاحب دوستم و کالی مارشال صاحب از دردشان سی نگرده، جنرال صاحب دوستم و جنرال صاحب مومن خان شهید و اسامین خان حقبین و پیر بزرگوار سید منصور نادری و جنرال صاحب هلالدین خان پیلوت، هلالدین هلال پیلوت، اینا از موره ها و کسایی هستن که پیروزی را سرعت بخشیدن و خواهی نجیب از هم پاشید. جنرال بابا جان که جنرال بسیار قدرتمند بود در کابل که نقش بسیار کلان و دوستا عزیزانی بسیار زیادی در این راست هم همکاری کردن. ولی قوه منظم داشتن، مردم وفادار داشتن، سیستم حکومتی بسیار خوب داشتن، امیر کوپون و مارش و گفاش هم بسیار خوب بود، دستگی برای مردم و انگیزی خوب میدادن. که ما دیگر عقیدهشان را خوش نداشتیم و در گذشته جنایت کرده بودن، مردم را کشته بودن و حکومت دست نشانده بودن، این بحث جدایی است. ولی یک چهره کاریزماتیک برای طرفدارای خود بود. بسیار عالی. جناب استاد عطا محمد نور، از شما سپاسگزار هستم که به اندازه کافی وقت دادید تا در مورد داستانهای نزدیک به 2 سال اخیر صحبت کنیم. سپاسگزار و خدا نگهدار. تشکر از شما لشکری صاحب عزیز، از شما از همکارانتان که شما وقت کافی به من دادید. یک جان سپاس. قربان، خدا نگهدارتون.